سرخط خبرها، چالش های روسیه و آسیای مرکزی در افغانستان، بسا آمریکا و همچنان در پایان پدرش در میز مذاکره پسر ترورستش در خط جنگ کشته شد. بنام خدا و با تقدیم سلام و مجمع خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. چالش های روسیه و آسیای مرکزی در افغانستان، بسا آمریکا، خبرگزاری آفاق. وقت ایالات متحده تصمیم میگیرد نیروهای خود را در جای خارج از جهان غرب مستقر کند، دو مشکل بزرگ به وجود می آید. اولی آن ها زمانی رخ می دهد که این کشور به منطقه حمله کرده و وضعیت ژئوپلیتیکی موجود را از بین ببرد. دومین مشکل اما موقعی به وجود می آید که آنها نیروهای خود را از آن منطقه بیرون می کشند و هرج و مرج از خود باقی می گذارند. ورود ایالات متحده به افغانستان در سال 2001 آغاز حضور نظامی واشنگتن در قلب اوراسیا بود. این امر مستلزم تجهیز پایگاه های پشتیبانی در آسیای میانه و ساختن کریدورهای لوجستیکی از طریق پاکستان، دریای سیاه و خزر، ماور، قزقاز، اروپای شرقی و حتی روسیه بود. علاوه بر این، حضور نظامی ایالات متحده باعث افزایش نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک این کشور در منطقه شده است که باعث شد تا نگرانی های در روسیه، چین و ایران به وجود بیاید. در واقع استقرار نیروها در افغانستان و عراق ایالات متحده را به قدرت برتر در اوراسیا تبدیل کرد. بعد از 20 سال آمریکا در حال خروج و افغانستان در حال فرو رفتن در هرج و مرج است. القاعده که حملات 11 سپتامبر را ترتیب داده بود به سرعت شکست خورد، اما طالبان که به آنها پناهگاه داده بود همچنان قدرتمندترین نیرو در کشور است و ظاهراً به زودی دولت مورد حمایت آمریکا در کابل را سرنگون خواهند کرد. آنچه حتی بیشتر باعث نگرانی است، حضور روزافزون افرادگرایی دولت اسلامی داعش در افغانستان که از عراق و سوریه بیرون رانده شدند اما به طور کامل شکست نخوردند. خروج ایالات متحده و متحدانش همسایگان افغانستان را با چنین مشکلاتی روبرو می کند. به طور خلاصه، اکنون افغانستان در حال تبدیل شدن به یک منبع بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه و روسیه است. با وجود تمام جنبه های دیگر آن، در این دهه گذشته حضور آمریکایی ها نیروهای رادیکال افغانی را مهار کرده و اقتدار مقامات در کابل را تقویت کرده اند. پس از خروج آمریکا اما جنگ داخلی در این کشور بسیار شدیدتر خواهد شد و دولت کابل که مجامع بین المللی آن را به رسمیت می شناسد احتمالاً سرنگون خواهد شد. در نتیجه مهاجران به کشورهای همسایه هجوم خواهند آورد و گروه های افراد فرامرزی مانند داعش آزادی عمل بیشتر خواهند داشت و به احتمال زیاد افغانستان را به پایگاه برای بی‌ثبات کردن آسیای میانه تبدیل خواهند کرد. برای روسیه و کشورهای آسیای میانه مشکل اصلی پناهندگان و همچنین فعالیت‌های خرابکارانه داعش و سایر ساختارهای مشابه است. به علاوه با گذشت سالها از حضور آمریکا، افغانستان به تولید کننده عمده مواد مخدر تبدیل شده است که با عبور از آسیای میانه و بازار اصلی خود یعنی روسیه میرسد. پس از خروج آمریکا بعید است که تغییری در این وضعیت ایجاد شود. در مورد اوضاع سیاسی داخلی در افغانستان باید گفت که این موضوعی است که مربوط به خود افغان ها می شود. طالبان یک جنبش عمدتاً پشتون است. آنها به اندازه کافی قدرتمند نیستند که بتوانند قدرت خود را در سراسر کشور تثبیت کنند، اما بدون آنها هم اداره افغانستان غیر ممکن است. از نظر روسیه و آسیای میانه طالبان باعث مشکل نخواهد شد. مادامی که در درون مرزهای افغانستان فعالیت کند و افرادگرایان بین المللی پناه ندهد و به قاچاق مواد مخدر روی نیاورند.
حل مشکل. روسیه و کشورهای آسیای میانه نه منابع، نه دلایل قانع کننده و نه تمایل به مداخله نظامی در امور افغانستان را دارند. چنین مداخله یک به احتیاطی کامل با نتایج فاجعه بار خواهد بود. نخواست افغانها خودشان باید جنگ داخلی را خاتمه دهند. در میدان جنگ و در حالت ایدئال در پای میز مذاکره. دوم، اینکه روسیه منافع مستقیمی در افغانستان ندارد، بنابراین به استثنای افرادگرایان باید آماده برقراری ارتباط با همه نیروهای تاثیرگذار محلی باشد. و سوم، که علی رغم نزدیکی ازبکستان و تاجیکستان به هم، طایفه های خود در آن سوی مرز، این کشورها توانایی مداخله نظامی در درگیری های داخلی افغانستان را ندارند و باید از کنار نظاره گر باشند. اما همه اینها به معنای رد کامل استفاده از زور نیست. شرایط ممکن است که به گونه رقم بخورد که برای جلوگیری از حمله افرادگرایان به کشورهای آسیای میانه یا روسیه احتیاج باشد که به پایگاه های افرادگرایان حملات صورت بگیرد. با این وجود بسیار مهم است که از ورود به درگیری های داخلی افغانستان خودداری شود. روسیه و کشورهای آسیای میانه منابع کافی برای مهار تهدید نظامی و تروریستی احتمال از داخل خاک افغانستان را دارند. منابع شامل نیروهای مسلح ازبکستان و تاجیکستان می شود که هم مرز با افغانستان هستند. پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان و منطقه نظامی مرکزی روسیه که مقر اصلی آن در اداره این منطقه را بر خود دارد. همچنین نیروهای مسلح زیر ساختهای قزاقستان را نباید فراموش کرد. همچنان این در حالی است که افغانستان نیوز در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: پدرش در میز مذاکره، پسر ترورستش در خط جنگ، عبدالحق عمری فرزند مولای محمد نبی عمری، عضو تیم مذاکره کننده طالبان در قطر، در نبرد با نیروهای امنیتی در ولایت خوست کشته شد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وانس ما را سابسکرایب نمایید و از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. اوقات خوش داشته باشین. تا ویدیوی دیگر بدرود.